درود بر شما همراهان گرامی و عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. تاریخ ایران بی تردید از سید علی خامنه‌ای به عنوان بزدلترین رهبر یک حکومت یاد خواهد کرد. کسی که در 32 سال رهبری مسئولیت هیچ تصمیمش رو بر عهده نگرفت و در زمان مشکلات و شکست‌ها همواره پشت دیگران سنگر گرفت. الان هم فکر میکنه که با باز کردن قلاده کفتارهاش میتونه که پیروزی رو رقم بزنه. بسیار خرسندم و خدا رو شاکرم که بعد از یک تعطیلی نسبتاً طولانی در دیدار حضوری با شما جوانان عزیز و سردوشی بگیران امسال در این روز این توفیق مجدداً دست داد. امروز یک جریان تبلیغاتی گمراه کننده‌ای وجود دارد که می‌خواهد عکس این رو تبلیغ بکنه. این جریان تبلیغاتی همتش اینه که وانمود کنه جوان ایرانی از ارزش‌ها گسسته است و به آینده ناامید است و احساس مسئولیت نمی‌کنه. این رو به شدت یک جریان تبلیغاتی دارن دنبال می‌کنند. این عکس واقعیت است، درست نقطه مقابل واقعیت موجود در کشور ماست. بدون شک خامنه‌ای دچار جنون قدرت شده، اصطلاحی در تحلیل انواع قدرت‌ها. او یک بیمار خطرناکه. چنین بیماری هر جا روی زمین باشه رو ویران و نابود می‌کنه. جنون قدرت از استالین تا ماو، از هیتلر تا پوتین همگی رو در نوردید تا به فرزند خلفشون خامنه‌ای رسید. برخی چهره های ورزشی و هنری هم موضع‌گیری هایی کردن، به نظر من هیچ اهمیت نداره. روی این حساسیت نباید به خرج داد. جامعه ورزشی ما جامعه سالمی است، جامعه هنری ما هم جامعه سالمی است. عناصر مؤمن علاقمند با شرف در این جامعه ورزشی و هنری کم نیستن، زیادن. حالا یه چهار نفرم یه حرفی میزنن، ارزشی نداره حرف اونا. این که حالا آیا عناوین مجرمانه بر حرف اونها تطبیق میکنه یا نه به عهده قوه قضاییه است، اما لحاظ نگاه عمومی هیچ اهمیتی و ارزشی نداره. اگر میخواییم بدونین که بر سر دانشجویان دانشگاه شریف چی اومده، این دو دقیقه فیلم رو ببینید که لشکر اسلام در راه شکست حصر آبادان نیست، در راه سرکوب صدای آزادی خواهانه. از اونجا اومدم، خیلی وحشتناک بود، دانشجو هنوز اون تو بودن، ریختن سرمون، فرار کردیم. من منتظر دوستم موندم، یه از این گاردیا اومد، از این یگان ویژه ها با تومش رو کرد تو شکم من. ده تا موتور دارم بودم، فقط نمیدونم چجوری کتک نخوردم. خیلی بده، هنوز دانشجون تو بود فکر کنم، مردم همه فرار کردیم چون چاره ای نداشتیم. هنوز دانشجون تو بود، نمیدونم هیچ کاری نداشتیم. همین بیشرف ها میلیاردها میلیارد از دسترنج بچه‌های دانشگاه شریف واسه دزدی‌هاشون استفاده کردن. خوردن پول این نخبه‌ها کافی نبود که الان دوستاشون رو صدا زدن تا خونشون هم بخورن، و اونایی که کار سیاسی دانشجویی کردن میدونن که حمله به دانشگاه فقط با درخواست مستقیم حراست و رئیس دانشگاه و مجوز شورای تامین امنیت استان امکان داره. رئیس دانشگاه شریف یعنی رسول جلیلی درخواست کشدار دانشجویان رو داده. خطاب به سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد منصفانه ای دارم سردار، شما و تمام همرزمانت از جای جای جهان در یک سو، ما در ارتش در کنار مردم از سوی دیگر، شما تا دندان مسلح، ما با تکیه بر ایمانمان مصمم. روز مرگ من ارتشی و همرزمانم باشد که تو وقیحانه در جمع پرسنل تحت امرت ظاهر شوی و آنها را تشویق کنی به ریختن خون مردم بیگناه. راه تو راه شهداست. شهدا اگر می دانستند که تو و امثال تو اینگونه به ریختن خون مردم بیگناه عادت می کنید، قبل از این که به جنگ با رژیم بعث و منافق و داعش بروند،
نسل تو و امثال تو را مقتول میکردن. سردار تو تصویر مرا به خاطر بسوار، ما نیز تصویر و چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزمانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. آیا واقعا یکی نیست که به خامنه ای بگه برای کدام یک از این کلمات مزدوران خودت رو به جان بهترین بچه های ایران میندازی تا اونها رو بکشن؟ برای زن، برای زندگی، برای آزادی یا برای مرد، برای میهن، برای آبادی، برای کدومش توف بر تو و بر ایدئولوژی کثیفت؟ من تو جلسه نشستم، نمیخوام اسم ببرم، افرادی تو جلسه شورای امنیت کشور، نه شورای امنیت ملی، تو وزارت کشور نشسته بودیم. من تو اون جلسه محکم دعوا کردم، حرفای بسیار تندی زدم، نمیخوام اینجا بزنم، در شأن جلسه نیست، یعنی اونجا من اصلا شأن جلسه رعایت نکردم و گفتم امشب هر کی بیاد تو کوی بخواد این کارا رو انجام بده، من قالیباف اونها فرمانده ناجا محکم میستم لوزش میکنم و جمعش میکنم. شما شورای امنیت کشور اینجوری حرفا یعنی چی؟ خلاصه اینا حرفشون چی بود؟ میگفتن اگر نیروی انتظامی میخواد وارد کوی دانشگاه بشه باید مجوز شورای امنیت کشور رو داشته باشن و دانشگاه و مدیران دانشگاه اجازه رو بدن. در اون جلسه آقای معین، آقای ظریفیان همه اونجا بودن، با این کار اونها مخالفت میکردن. من توی جلسه واستادم محکم به حدی که من یه حرف بی‌ادبانه توی جلسه زدم و بلند شدم، آقای جعفری جلو منو گرفت و گفت نمیشه. خلاصه من توی اون جلسه با برخوردی که انجام دادم مجوز حضور نظامی و تیراندازی برای ناجا در کوی دانشگاه در سال 82 از شورای امنیت کشور آقای لاری، آقای معین، اونا پاش امضا کردن به من دادن. اینا حرفهای قالیباف درباره اتفاقات کوی دانشگاه علیه فراموشی. و باید کوشش خود را چند صددان کنیم. دوستان، میدونید گاو چیه؟ اینی که تو تصویر مشاهده میکنید یک گاوه. یک گاو فاقد مغزه که به قاتل خودش گل هدیه میکنه. شنبه به این سرکوبگر گل دادن، یک شنبه همین آدم زد دوستانش رو به خاک و خون کشید. گاوهای عزیز، لااقل در این برهه حساس گاو نباشید، چون اثر گاو بودنتون فقط شخص خودتون رو تحت شعاع قرار نمیده، بلکه اثر جمعی داره و کسانی که مثل شما گاو نیستن رو هم درگیر خودش میکنه. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.